دوستان گرامی، درود بر شما. من جلال ایجادی و برنامه ما با هم گفتگو کنیم در رسانه رنگین کمان. همونطور که می‌دانیم امروز شرایط اقتصادی ایران بسیار بسیار نابسامانه. رشد اقتصادی شدیداً سقوط کرده به لحاظ بی‌لیاقتی حاکمان و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و عملاً ایجاد ثروت در جامعه ما به سوی سقوط بیش از پیش حرکت می‌کند. آمار دقیق نیست، ولیکن به احتمال بسیار قوی نسبت به آنچه که در قبل بوده بر اساس صندوق بین‌المللی پول سال پیش اعلام کرد که حدود 6% منهای صفر خواهد شد و امروز با توجه به هم مشکلات بین‌المللی جمهوری اسلامی و همچنین در دورانی که دوران کرونایی هست، شما مطمئن باشید میزان سقوط باز هم پایین‌تر خواهد رفت و چه بسا به منهای 15 و یا نزدیک 20 برسد. یعنی 15% تا 20% اقتصاد ایران کوچکتر می شود. یعنی چی؟ یعنی کسانی که تولید می کنند تولید نمی توانند بکنند و این باز کمتر و کمتر می شود. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در اشتغال بودند از حرکت اشتغال خارج می شوند و به لشکر بیکاران می پیوندند. برابر این وضعیت اقتصاد ایران شدیداً خطرناک و ورشکسته است. و از اونجایی نیست که امروز نفت ایران نمیتواند به فروش برسه و بنابراین درآمدهای نفتی ایران به شدت ضربه خورده. روزی زمانی چند سال پیش ایران 2.5 میلیارد بشکه در روز صادر میکرد، امروز چه بسا حدود 200,000 بشکه باشه که تازه برای گرفتن پول اونها هم باز مشکلات خواهد وجود داره، به خاطر اینکه این پولها از طریق مکانیزم‌های بانکی بین‌المللی باید صورت بگیره که اینها در واقع زیر کنترل و نفوذ آمریکا هستند. دلار. خب بودجه‌ای که حکومت اسلامی در نظر گرفته که حتی به مجلس خودش هم نرفت فاقد صداقت هست. یعنی میزان درآمدها و میزان هزینه ها به هیچ وجه واقعیتی نداره و آنچه که حجم به اصطلاح هزینه ها هست توسط میزان درآمدهایی که اینها در دستشون دارن و می توانستن بسیج بکنن، بنابراین این قدرت رو ندارن. بنابراین وضعیت واقعا اقتصاد ایران بسیار پریشان حال هست. این اقتصاد مافیایی، این مافیایی که بر سر قدرت هست، اقتصاد ایران رو کاملا ورشکسته کردند. اخیراً دولت ایران از صندوق بین‌المللی پول خواست، وام خواست. 5 میلیارد. و صندوق بین‌المللی مخالفت کرده تا به امروز. به دنبال این درخواست و به دنبال این مخالفت بحثی در گرفت در ایران ما در خارج کشور که اگر نه اینکه دولت جمهوری اسلامی به پول احتیاج دارد، مگر نه اینکه درآمدهای نفتی به شدت فرود افتاده، خب پس بنابراین چه باید کرد؟ آیا واقعا ایران فاقد ذخیره مالی هست؟ ثروت به هیچ وجه نیست؟ و به دنبال این پرسش ها به طبع روشن هست که بله، در جامعه ایران ثروت وجود داره. ثروت وجود داره، منتها این ثروت در مجرای سیاست های دولتی قرار نداره. بحث بر سر چیست؟ بحث بر سر امپراتوری مالی خامنه ایست. امپراتوری، این جلاد، این تبهکار، این خرافه پرست،
این مستبد بخش عظیمی از ثروت ایران رو زیر کنترل مستقیم خودش نگه داشته است. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، صندوق توسعه ملی، مبالغ بسیار هنگفتی رو اینها زیر چنگال خودشون نگه داشتند. نهادهای نمایندگی رهبری در سازمانها و امامان جمعه، نهادهای حوزوی دانشگاه وابسته به رهبری، نهادهای خیریه و اقتصادی زیر کنترل خامنه‌ای، نهادهای مذهبی که هر سال میلیاردها دلار رو در راه اشاعه خرافات در ایران و خارج از ایران پخش می کنند و به هدر می دهند، همه اینها زیر کنترل امپراتوری خامنه ایست. چرا خامنه اینها رو کنترل کرده؟ حتی اخیراً که وزیر بهداری در ارتباط با مسئله کرونا خواست که حدودی با از طریق همین به اصطلاح نهادهایی که زیر کنترل آقای خامنه‌ای وجود داره کمک بشه، و این کمک در راستای چی قرار بگیره؟ در راستای استفاده برای مسائل مربوط به کرونا. 1 میلیارد یورو گفت بدهید وزیر بهداری. این مطلب با روحانی مطرح شد. روحانی از آیت الله خامنه‌ای این درخواست رو کرد. خامنه‌ای 1 میلیارد یادتون باشه. خامنه‌ای 11 روز سکوت کرد. جان آدمیان برای او ارزشی نداره، بهداشت آدمیان ارزشی نداره. وزیر بهداری که این خواست رو گفت برای بیمارستان ها بود و او 11 روز سکوت کرد که این پول رو نده به تعویق بیاندازه. دوستان 1 میلیارد. حال میدانید که میزان ثروتی که زیر کنترل خامنه ای قرار داره چقدر هست؟ بنابر خبرگزاری رویتر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. میزان ثروت ها و پولی که توسط خامنه ای کنترل می شود 95 میلیارد دلار. حال وزیر بهداری چقدر خواسته بود؟ 1 میلیارد. 1 میلیارد یورو، یک کمی بیشتر میشه از 1 میلیارد دلار. ببینید چقدر خبیثه این نظام، این رهبری، این آیت الله فاسد. برای جان مردم نمیخواد پولها رو خارج بکنه از سیستم مافیایی خودش. تمام این نهادهای مذهبی، آستان قدس، به دولت گزارش نمیدن، به مجلس گزارش نمیدن و ما نمیدانیم چه میزان پولها در گردش است و به چه مصارفی میرسد. و مطمئن باشید یکی از مصرفهای مهم این پولها جنگ در خاورمیانه، توطئه‌های سپاه پاسداران در خاورمیانه، حمایت از تمام جریانات آخوندیزم و تروریسم و بنیادگرا، حزب الله ها و غیر و غیره در خاورمیانه هستش، از لبنان تا سوریه تا عراق تا لبنان و جای دیگر. این است. بنابراین
مسئله‌ای که امروز مطرح هستش که چجوری باید این پول هنگفت رو از چنگال این آخوند دیکتاتور باید خارج کرد. و حتی برخی از نمایندگان نیز صداشون در اومده گفتن که بله در این شرایط بیپولی از این نهادهای وابسته به امام در واقع باید تقاضا کرد. این پول باید به مردم برگرده. این پول باید به مردم برگرده. و ما میدانیم که متاسفانه این پول طی 41 سال تمرکز پیدا کرده در دست آخوندها و به ملت ایران برنگشته. فقط با نابودی این جمهوری اسلامی و سرنگونی قطعی آخوندها و استقرار دموکراسی، پلورالیسم، حکومتی لایک، با اینها فقط میسر هست. اینهایی که بر سر کار هستن نمایندگان مردم ایران نیستند. اینا غارتگران هستند. اینها ثروت ایران رو به غنیمت گرفتن، مانند مدل پیامبر اسلام و غزوات پیامبر اسلام. این ثروت از دست مردم خارج شده. به این خاطر هستش که ما در شرایط بسیار بسیار مشکلی هستیم، به خاطر اینکه امروز آخرین حرف آقای روحانی چه بود؟ گفت با توجه به اینکه اگر فعالیت اقتصادی در قرنطینه قرار بگیره و بخشی از جامعه ایران از جمله تهران و یا فعالیت‌ها در قرنطینه قرار بگیره، نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ نتیجه‌اش اینه که 30 میلیون انسان سر به شورش برخواهند داشت. بله. بنابراین جمهوری اسلامی چه ترجیح میداد؟ ترجیح میداد که انسان‌ها با خطر زیاد فعالیت‌های به اصطلاح نرمال خودشون رو آغاز بکنن و در این ارتباط تعداد باز هم بیشتری بیمار بشوند و کشته بشوند تا اونها بتوانند در رأس قرار داشته باشند، سلطنت خود رو ادامه دهند. مسئله نگه داشتن حکومت اسلامی بر روی جسدهای شهروندان ایرانی هست. حال آنکه همین امکانات مالی که برشمردیم قادر هست افرادی رو که در قرنطینه قرار میگیرن، چه شهروند چه شرکت ها، در واقع به دنبال یارانه هایی که حکومت میتواند داشته باشد، میتواند در نظر بگیره، به اونها اجازه بده که این دوران بسیار بحرانی رو بگذرونند. بله، ولی همون کاری که در کشورهای پیشرفته صورت میگیره، در فرانسه، در آلمان، که دولت به لحاظ اعتماد متقابلی که وجود داره و ثروت‌هایی که وجود داره از همه میخواد که به قرنطینه ادامه بدهند و میگوید نگران نباشید شما شرکت ها، شما کارکنان، ما دولت شما هستیم و به شما این امکانات مالی لازم را میرسانیم. اینه یک حکومت سالم. حکومتی در ایران ناسالمه، فاسد هست. و بنابراین روحانی دستور به این میده که برن فعالیت‌های عادی خود رو اثر بگیرن و ما میدانیم که یکی از نتایج این امر در دوره‌ای که کرونا در واقع زیر کنترل و مهار نشده و باز به کشتار خود ادامه میدهد، خواست حکومت این هستش که باز هم بیشتر مردم ایران کشته بشوند. نگاه بکنید، یکی از کشورهایی که آمد و کرونا زد برای به اصطلاح علیه مردم در ارتباط با بیماران، در ارتباط با تلفات انسانی، میزان تلفات انسانی یعنی افرادی که مردن رو چندین هفته استش که در زیر چی؟ در زیر 5000 نفر نگه داشتن. این آمارها دروغه، دروغ این آمارها.
آمارهایی که در شاهای دیگه وجود داره به مراتب بیشتر هستش، حالان که حجم بیماری در ایران و شدت بیماری در ایران نیز از جاهایی بوده که بسیار بسیار هولناک بوده، ولی اونها آمارها رو پایین نگه میدارن. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر عنوان نمونه میزان تختهایی که برای بیهوشی ها و نفسهای مصنوعی هست 5000 تا بیشتر نیست در ایران، و اینها میخوان پایین این 5000 تا نشون بدن و بگوین به دروغ که تمام پوشش های به لازم وجود داره، و این دروغه. جمهوری اسلامی پولهای مردم رو نابود میکنه، امکانات بیمارستانی رو محدود کرده، دروغ در ارتباط با بیماران و کشته های کرونایی تولید میکنه و پخش میکنه. پس بنابراین این امپراتوری یک امپراتوری سیاسی استبدادی است و یک امپراتوری فساد هست. امپراتوری مالی خامنه‌ای در واقع دزدی ثروت‌های مردم ایران هستش، و این دزدی بیان این هست که امروز مردم ما باز هم و باز هم بیشتر زندگی خودشون رو از دست میدند به خاطر اینکه این امپراتوری آخوندها خواهان تحول و بهداشت برای جامعه ما نیست. برای این راه دیگه نداریم، راه دیگه نداریم. این حکومت اسلامی کاملا باید از بین برود. نگران نباشید، اینها بروند به کسانی که خواهند آمد، به شرط اینکه از امروز آگاهانه عمل بکنید و وظایف رو به دست افرادی که گروه ها و سازمان هایی که طرفدار دموکراسی هستند، طرفدار آزادی هستند، به اونها بسپارید. از حکومت اسلامی جدا شوید، هرگز به او اعتماد نکنید. پول در ایران، ثروت در ایران وجود دارد، ولی این پول و ثروت توسط آخوندها و توسط امپراتوری خامنه‌ای کنترل شده است. بنابراین به این نظام اهریمنی باید پایان بدهیم.